أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي وأتوب إليه. سلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه شما خواهران و برادران را بر رعایت پروا و تقوا سفارش می کنم تقوایی که اگر رعایت کنیم می توانیم همه خطرات را از زندگیمان دور کنیم الا فسونوها و تسبنو بها هوشیار و بیدار باشین تقوا رو حفظ کنین با تقوا خودتان را از همه آفات و زیانها محافظت کنید در خطبه اول بحث حزم و دوراندیشی را که در هفته گذشته آغاز کردیم با چند فراز و نکته پی خواهیم گرفت در خطبه دوم مناسبت ها فراوان است در آستانه روز بزرگ عرفه هستیم عید سعید اضحی هستیم مسئله دعا که ایام ویژه و استثنایی دهه اول ذی‌الحجه در روایات و در منابع اعتقادی مخصوصا دعایی ایام ویژه معرفی شده در این ایام قرار داریم مسئله ذبح قربانی که یکی از دستورات دین است از موضوعات است که می پردازیم مسائل اجتماعی و تأثیر عید در فرایند نزدیک شدن من به همدیگه و وظایف را که در قبال این برنامه اعتقادی دینی داریم از موضوعات است که انشالله اشاره خواهیم کرد مسئله حاجیان و حضور صدها هزار بیشتر انسان ولو در شرایطی که به دلیل مشکلات کرونا پیش آمد باز هم بعد از چند سال در مکه معظمه از موضوعات است که اشاره خواهیم کرد بحث خطبه اول
بحث حزم و دوراندیشی. عرض کردم از آیات قرآن استفاده می شود که خداوند پیامبر و کسانی را که در مسیر اون بزرگوار قرار گرفتن و قرار می گیرند را دستور به پایداری و مقاومت داده و در جای جای قرآن از این امداد الهی و غیبی و بشارت یاد کرده که پایان جهان پیروزی است، غلبه حق بر باطل است. این غلبه و این پیروزی راه و روش دارد، در واقع برنامه دارد. یکی از بهترین برنامه ها به تعبیر خود پیامبر و ائمه معصومین از ظفر و بالحزم، پیروزی با دوراندیشی است. من قبل از اون که روایات حزم را بخوانم، خوب است جریان را که در چندین منبع نقل شده، از جمله در کتاب وسائل الشیعه از مرحوم شیخ العاملی، این جریان را نقل کنم. کسی با اصرار آمد محضر رسول الله. خب میدانین پیامبر در 40 سالگی مبعوث به رسالت شد، 13 سال مکه بودن، بیش از 10 سال و چند ماه، نزدیک 2 ماه در مدینه بودن. در یکی از این ایام شخصی با اصرار آمد خدمت آقا رسول الله، عرضه داشت یا رسول الله من یک راهنمایی از شما میخواهم، یک اندرز میخواهم. پیامبر فرمودن اگر به شما پندی بدهم، نصیحتی کنم، اونم نصیحت جامع، عمل میکنی؟ گفت بله یا رسول الله، من اصلا آمدم برای اینکه از شما اندرزی، موعظه‌ای، پندی بگیرم، اونم پند جامع. جامع یعنی همه ابعاد زندگی مرا در واقع تأمین بکنه، مرا در همه ابعاد یاری بکنه. حضرت فرمودن اگر پند بدهم گوش میدی، عمل میکنی؟ تعبیر پیامبر اینه، به کار میبندی؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت بار دوم فرمودن اگر اندرز بگم به کار میبندی؟ گفت بله. بار سوم هم حضرت تکرار کرد. ببینین پیامبر که خدا در قرآن میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، حالا میخواد یک راهنمایی اونم با خواست خود طرف براش انجام بده، اینقدر مسئله را دقیق و بنیادی و اساسی مطرح میکنه. 3 بار او درخواست میکنه، پیغمبر شرط میکنه، میگه اگر بگم به کار میبندی. بعد از اونی که اقرار کرد، پیامبر او را متوجه اهمیت قضیه کردن، این حزمی که میگم در این جریان کاملا محسوسه، فرمودن هرگاه تصمیمی و کاری گرفتی، اذا هممت بشیئن فانظر آخره، آخرش ببین. معلوم میشه ما خیلی کارا رو میتونیم آخرش ببینیم، یعنی با چشم دل، با بصیرت، با فکر کردن. فرمودن این کان این یک رشدن فمزه، اگر میبینی که این کار درش رشده، پیشرفته، رسیدن به هدف مطرح است، حضرت فرمودی کار را دنبال بکن. اگر دیدی نه درش تاریکی است، ابهام داره، واضح نیست، حضرت فرمودن که از این دست بکش. خب مشخصه، ببینیم چقدر پیامبر بزرگوار اسلام روشها را برای رسیدن به هدف مشخص میکنه. این حزم و رسیدن به هدف که در روایات داریم از ظفر و بالحزم، در این جریان کاملا
حس میشه، دیده میشه. منتها ما باید متوجه باشیم که چگونه از این روش استفاده بکنیم. خیلی وقتا در اثر یا نادانی یا بگیم عدم آگاهی یا بهتر و جامع‌تر تعبیر بکنیم عدم بصیرت، یعنی نبودن یک دید روشن، ما از این روش ها استفاده نمی کنیم، در حالی که این روش ها مخصوص یک انسان نیست، مخصوص یک مورد نیست، یه روش های جهانیه، کلیه. شما امروز اگر در دانشگاه ها هم مراجعه کنین، بخشی از این علومی که خیلی برنامه ریزی شده، مدون شده، اینها را مطالعه کنین، به همین جا میرسه. شاید بخشی از این چیزها در اونجا هم به دست نیاید. حالا من 3-4 مورد کاربردی و اجرایی خدمت شما عرض میکنم. این هضم که پیامبر با این عبارت بیان کردن، اذا هممت به شیئین فانظر آخره، یک جا میفرماید که الهازم، آدم دوراندیش کیست؟ من لا یشغله النعمه عن العمل للعاقبه. دوراندیش کسی است که برخورداری از نعمت، حالا امکانات نصیب شده، سلامتی، ثروت، موقعیت، پست، مقامی، حضرت فرمود دوراندیش کسی است که برخورداری از نعمت و ثروت او را از کار برای آخرت باز ندارند. شما ببینید اگر مردم به این راهکار توجه بکنند، حاکمان، ثروتمندان، شخصیت هایی که اجتماعی هستند و پایگاه مردمی دارند، اینها متوجه باشن از این روش و از این نسخه استفاده کنن، چقدر اوضاع درست میشه؟ معمولا کم استفاده میکنیم. ما شاهد بودیم، امروز هم شاهد هستیم. این یک نسخه‌ای که به درد همه میخوره، واقعا نسخه جامعه است. اگر از سلامتی مان با همین برنامه استفاده کنیم، از جوانی مان، از قدرت مان، از ثروت مان، از اعتبار مان، خب مسیر حرکت مان تکمیل میشه، تحکیم میشه. گاهی متاسفانه غفلت میکنیم. به همین دلیل است که قرآن نسخه داره، میفرماید یادآوری کن، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، این مسائل گوشزد بکن، به یاد مردم بده، چون ما طبعا فراموشی داریم، الانسان محل الصحوه و النسیان، ما هم فراموش میکنیم، هم گاهی اشتباه میکنیم. یادآوری ما را بیدار میکنه. پس یکی از ریشه های حزم و دوراندیشی این است که برخورداری از نعمت ما را از کار برای آخرت باز ندارد. جای دیگر عرض بکنم، مورد دیگر عرض بکنم، فرمودن اصل الحزم، ریشه حزم، ریشه دوراندیشی چیست؟ بازیستادن، الوقوف، بازیستادن در جایی که جریان برای ما روشن نیست، انگام شبهه، الوقوف عند الشبهه. گاهی یک کار برامون روشنه، مثل آفتاب میبینیم، این مسیر بریم آخرش معلومه، این فتوا را بدیم، این کار را اندازی کنیم، مردم در این مسیر بکشانیم، سرمایه گذاری کنیم، این مسافرت، این جریان را برا بیندازیم، خب روشنه، خوبه، اینجا کار انجام بدیم. اما گاهی معلوم میشه که برای من روشن نیست، آخرش معلوم نیست چی میشه، ولو 10%، ولو 5% نامعلومه، ولو 1%. اینجا باید توقف کنیم، اینجا باید دست نگه داریم. اگر پایان ماجرا برای ما نامعلوم است، نه در مسائل اجتماعی، نه در مسائل خانوادگی، نه در مسائل تربیتی، اینجا نباید اقدام کرد.
اصل العزم، ریشه و اساس عزم چیه؟ توقف کردن، بازی استادن جایی که ماجرا برای ما روشن نیست. نمیشه ما یک حرکتی خام و تاریکی را رهبری کنیم آخرش نتیجه بشه معکوس. ای خلاف بصیرت است، ای خلاف درایت است. خیلی معطل نکنم، و این خیلی مهم است انصافا. اگر به تعبیر معروف این جمله را بر آب طلا بنویسیم ارزش داره. بالاتر از او باید در دیده ها و سینه ها منحک کنیم. پیامبر فرمودن احزم الناس، تا هنوز هرچه خوندم حازم بود، به اصطلاح ادبیش اسم فاعل بود یعنی دوراندیش. حالا دیگه پیامبر تعبیر می‌فرمایند احزم الناس، دوراندیشترین انسان کیست؟ اکزمهم للغیظ، اکزمهم للغیظ، اکزمهم للغیظ. دوراندیشترین انسان کسی است که از همه بیشتر بر خشم خیش مسلط است، بر غیظ و غضب خیش مسلط است. این باز هم به فرد ارتباط پیدا نمی کنه، به همه مفید است. قدرت ها، افراد، شخصیت ها، هر کی مسلط تر بر خشم است این موفق تر است. آدم کوته فکر، آخربین، زود تحت تاثیر خشمش قرار میگیره، زود انتقام میگیره. انسان حازم، انسان کیس، انسان هوشیار انتقام را میگذاره برای فرصتهای مناسب و معمولا از شرایط پیش آمده به نفع ماجرا استفاده میکنه. دیگه خطبه اول طولانی نکنم، چون بحث را یک مقدار بازتر کنم، این جریانم عرض بکنم. میدانین یکی از ماجراها و یکی از عباراتی که در قرآن استفاده شده جریان حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام است. اصحاب و یاران وفادار و دلداده این بزرگوار را در قرآن خداوند از اونا به حواریون یاد کرده. سه آیه در قرآن از حواریون نام برده، یکی در سوره مبارکه مائده، پنجمین سوره قرآن، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل تستطیع ربک، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. در این آیه حواریون از عیسی ابن مریم خواستن، گفتن که خدای تو میتونه برای ما یک سفره آماده فراهم بکنه؟ مائده اون سفره ای رو میگه که همه وسایل پذیرایی کامله. سوره مائده هم که مائده میگه، چون جریانی یک سفره است. قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. حضرت عیسی فرمود که پرویزکار باشین، با پروا باشین اگر مؤمن هستین. خب او جریان مائده آسمانی خلاصه فراهم شد. سه آیه دیگه هم داریم که جریان حواریون مطرح کرده. یک روزی عیسی علی نبینا و علیه السلام به حواریون فرمود میخواهی و آماده هستین من شما را یک راهنمایی بکنم؟ به تعبیر دیگر حضرت عیسی فرمود من از شما یک خواهش دارم، حاجت دارم. عیسی برعکس اون جریانی که از پیامبر نقل کردم، کسی آمد درخواست کرد، اینجا عیسی ابن مریم از مردم خواهش کرد. فرمودن که اگر قول میدهین اون خواهش مرا برآورده کنین، من حاضرم خلاصه اون راهنمایی را به شما یاد بدم. حواریون همه گفتن که تو مراد ما هستی، تو پیامبر هستی، تو خلاصه رهبر ما هستی، هر چی بخوایی ما آماده هستیم، اطاعت میکنیم. حضرت عیسی فرمود که پس همتان آرام باشین و
تکان نخورین، من کار انجام میدم، همه باید قبول کنین. همه نشستن. عیسی ابن مریم از جا حرکت کرد، پاهای حواریون با دست مبارک خودش شروع کرد به شستن. این رهبر، این پیشوا، این پیامبر اولوالعزم با دست خودش داره پای افراد میشویه. خیلی برایشان سنگین تمام شد، گفتن یا نبی الله شایسته این نیست، شایسته است که ما باید به شما خدمت کنیم. تعبیر اینه، تو معلم ما هستی، شایسته این بود که ما پای تو را میشستیم، نه تو پاهای ما را. حضرت عیسی فرمود شما قول دادین و مناسبم این است که با قولتان عمل کنین. گفت من این کار را کردم، دقت فرمایید، یک، برای این که به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوارتر به خدمت عالم است، رهبر است، زعیم است. زعیم باید بیش از همه خدمت بکنه، تواضع داشته باشه. بعد فرمود که دلیل دومش این است که خواستم به شما درس تواضع بدهم، فروتنی. اگر میخوایم جامعه اصلاح بشه باید بزرگان، مسئولین، رهبران فکری، فرهنگی، اجتماعی، اینا متواضع باشن، اینا از خود بگذرن. الناس علی دین ملوکهم. اگر رهبر متکبر باشه، اگر عالم متکبر باشه، اگر ثروتمند متکبر باشه، جامعه به همه سمت حرکت میکنه. فرمود دلیل این کار این است که به شما درس تواضع بدهم. سوم فرمود من عهده‌دار تعلیم و ارشاد شما هستم، شما باید این درس ها رو از من یاد بگیرید. امروز بیش از مسلمان ها مسیحی ها هستن. حالا همه مسیحی ها حرفای حضرت عیسی را قبول ندارن. مسلمان ها هم بالای 1.5 میلیارد جمعیتن. آیا اینها این مسیری را که پیغمبر درباره دوراندیشی تبیین کردن واقعا می روند؟ ما خیلی جاها از این دوراندیشی نکردن ها آسیب دیدیم، در حرکت های اجتماعی من بیشتر. لذا بیان سردار سخن این است: از ظفر پیروزی، بالهزم والجزم. پیروزی هم دوراندیشی لازم داره، بعد از اونی که دوراندیشی را پیدا کردیم، انتخاب کردیم، اونجا باید جدی باشیم، اونجا باید قاطع باشیم، اونجا باید جزم داشته باشیم. دیگه تنبلی، خستگی و سستی در حرکت ما نباید را پیدا بکنن. پس یکی از بهترین روش هایی که قرآن در عبارات مختلف بیان کرده و در روایات من با این عنوان آمده، هضم، و در دعاها هم شما اگر دقت بفرمایید این عبارت و این مسیر و این روش را پیدا خواهیم کرد، پیدا می توانید بفرمایید و بکنید، دیده می شود در لابلای دعاها برای رسیدن به موفقیت و هدف بسیار راه مهم و اساسی است. مطرح کردیم تا انشاءالله هممان هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی من استفاده بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه با عبارت فسعوا الی ذکر الله، با تلاش خودتان را به محل یاد و ذکر خدا برسانید معرفی شده، این ذکر الهی و این مجلس نورانی هم برکات زیادی دارد و هم مسئولیت‌های خطیر و حساس. لذا مسائلی را که در جهت رشد جامعه لازم است در این برنامه باید به حد امکان مطرح شود و بهره برداری شود. اولین نکته ای را که عرض می کنم، هفته گذشته که نماز برگزار شد، مجلس بزرگی در عاصمه کشور، در پایتخت، در کابل، در خیمه لویجرگه برگزار بود و راه اندازی شده بود که طبق اعلان اولی 3000 عالم و متنفذ در جلسه دعوت شده بودند و برنامه ریزی شده بود، منتها در گزارش پایانی شنیدیم که بیش از 4000 و شاید چند صد نفر در این جرگه بزرگ شرکت کردند. ما انتظار داشتیم که برایند این مجلس مطالب و برنامه هایی باشه که مشکلات کشور را انشالله حل بکنه. الحمدلله نکات خوبی و نکات مثبتی در این جلسه مطرح شد. البته نکاتی هم مطرح شده که نیاز به تذکر و اصلاح داره. من حیث المجموع این نشست‌ها و این گفتگوها باید فرایند روابط جهانی کشور را تأمین بکنه و تعامل و همپذیری را در زندگی این ملت و مردم انشاءالله تأمین بکنه. یکی از موضوعاتی که به نظرم از موضوعات مثبت و قابل در واقع تأیید و امید بخش مطرح شد که توسط سخنرانان و مسئولین گفته شد، ما بانوان را نمیتوانیم چشم پوشی کنیم. در جامعه قشر مهم است، باید در آبادی کشور، در سیاست کشور و در اقتصاد کشور سهم فعال داشته باشند. این مسلم است که زنان جامعه ما مثل همه جوامع انسانی و اسلامی سهم دارند. مسئله آموزش زنها حق مسلم است. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علی کل مسلمش که متیقن است. طبعا اگر پیامبر طبق بعضی از روایاتی که مسلمه را نقل نکردن مسلم فرمودن، اینطوری نیست که پیامبر آموزش زنها را قبول نداشته باشه. ما میبینیم دختر آقا رسول الله زهرای مرضیه سلام الله علیها سرآمد است و طبق نقل روایات مسلمان ها همسران رسول الله و بعضی هاشان مورد توجه و سؤال و پاسخ نیازهای مردم معرفی شده. طبعا
انشاءالله این قضیه خدمت شما میشه که از مطالب مهمی است که در این فرایند و در این گفتمان مطرح شد و همینطور حضور زنان در نهادهای دولتی باعث تأمین حق کار جمع از ساکنین این سرزمین است. طبعا ما در ادارات ما کارهایی داریم که زنان به اون نیاز داره. یقینا ما در خیلی از اماکن به حضور خواهران نیازمندیم انشالله که بتوانیم این مشکل را با درایت و با انشالله برنامه ریزی حل کنیم. اینی که بعضی ها تعبیر کردن و البته خب همه این 4000 نفر اینها نظریات خودشان می گفتن، اینطوری نیست که هرچی اینجا گفته شده مورد تایید امارت و حکومت باشه. بعضی ها گفتن که هر کس مخالفت کرد اونها باید نابود بشود. اینها از حرفایی است که قطعا باید ادبیاتش اصلاح بشه و اگر خلاصه موضوعی را مطرح میکنند با بیان سلیس و روان و محبت آمیز مطرح شود. مسئله دومی را که لازم میدونم کوتاه مطرح کنم، دیروز 7 ماه ذی‌الحجه مصادف بود با شهادت 5 امام همام حضرت باقر العلوم علیه افضل صلوات المسلین، امامی که 3 و چند ماه همراه جدشان امام حسین علیه السلام زندگی کردند. 35 در کنار پدر بزرگوارشان حضرت سجاد و نزدیک 18 مسئولیت امامت را به عهده داشتند. کسی که پیغمبر او را شکافنده علم معرفی کرد، کسی که در روایات داریم به اندازه ای که از ایشان حلال و حرام و فتوا صادر شده از هیچ یک از فرزندان امام حسین علیه السلام تا هنوز صادر نشده. مقام عظما و بزرگ مولای من صاحب الزمان استثناء، این شخصیت شخصیت بسیار بزرگی است که امام صادق فرمودند برای پدرم امام باقر علیه السلام مناقبی است که هیچ یکی از پدرانم دارای اون مناقب نیستند. مهمترین حرکت حضرت استفاده از فرصت بود که توانست اون تحول عمیق و عظیم را در بعد تربیتی و آگاهی به وجود بیاورند. همین مقدار بس است که شخصیت بزرگ و استثنایی قرن حضرت آیت الله خمینی رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه‌شان فرمودند ما مفتخریم باقر العلوم علیه السلام که بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خداوند تعالی و رسول و ائمه معصومین علیهم السلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد از ماست. ما متأثریم که شخصیت مثل امام باقر در اون شرایط اونگونه مظلومانه زندگی کرد و نتوانستن مردم از این دریای علم و معرفت شکافنده علم استفاده های کامل ببرن. امروز هم مردم به این مسیر دعوت میکنیم و مصیبت حضرت بر همه ما سنگین است که با دستور انسانهای جاهل حضرت مثل سایر ائمه معصومین به شهادت رسیدن. اون چی که معروف است حضرت را با سم به شهادت رساندن، منتها شیوه شهادت و کاری که دشمن انجام داد، هشام ابن عبدالملک دستور داد زین اسب آقا را مسموم کردن، آلوده کردن، آقا را مجبور کردن به سوار شدن به اسب. وقتی حضرت به اجبار سوار بر اسب شد، بدن حضرت متورم شد. 3 شبانه روز
حضرت در بستر بود مثل دیروز، جام شهادت نوشید. وقتی بدن تشییع شد و خاک سپرده شد، حضرت صادق وقتی برگشتن چشم مبارکشان به اتاق و به خانه‌ای که حضرت باقر زندگی میکردن افتادن، افتاد فرمود من تحمل خاموش بودن خانه پدر را ندارم. دستور دادم چراغ روشن کردن. امام باقر دستور داده بودم از اموال من مقداری را در نظر بگیرین، در منا برای من عزاداری شود. مدینه در هفتم ذی‌الحجه خلوت است، مردم حاجی ها در مکه هستند و این روزها در منا و عرفات هستند. تسلیت عرض میکنیم این مصیبت سنگین را به محضر مولامان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به شما عزاداران و همه ارادتمندان به آستان اهل بیت علیهم السلام. نکته آخری را که عرض میکنم مسئله دعاست، مخصوصا دعای عظیم عرفه سید الشهدا علیه افضل صلوات المسلین. میفهمین عزیزان مهمانان خداوند در این فضای روحانی و نورانی، خداوند در قرآن به پیامبر میفرماید و اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگانم از تو میپرسند خدا کجاست، از من سوال کردن عبادی هر بنده ای، عجب دریای رحمت است دعا. باور کنین اون چرا که ما در دعا داریم حتی در آیات قرآن در روایات نداریم. بخشی از قرآن دعاست. خدا می فرماید فَإِنِّ قَرِيب، به مردم بگو من نزدیکم. درسته یک عده مثال مکه رفتن، ما و شما محرومیم. یک عده کربلا رفتن روز عرفه، خداوند اول به ظاهرین حرم امام حسین نگاه میکنه، ما نیستیم. اما باور کنین هر جا دلمون بشکنه، هر جا حال دعا پیدا بکنیم، خدا عنایت میکنن. پیامبر فرمود همین که خدا به شما لطف کرد، حال دعا پیدا کردین، اذا اراد الله ان يستجيب لعبد اذن له في الدعاء. خیلی نکته جالبیه. پیغمبر فرمود هر وقت حال دعا پیدا کردی، توفیق دعا خوندن پیدا کردی، بفهم خدا قبول میکنه. اذا اراد الله ان يستجيب لعبد، وقتی میخواد دعای بندش مستجاب بکنه، اذن له في الدعاء، براش اجازه دعا میده، توفیق دعا خوندن نصیبش میشه. انشالله فردا عرفه است، حاجی ها در سرزمین عرفات دعای عرفه ی آقای امام حسین میخوانن. عده کربلا انشالله در کنار حرم آقا بین الحرمین دعا رو میخوانن، در سایر مشاهد مشرفه هر سال الحمدلله این دعا در سراسر خلاصه مناطقی که مؤمنین هستن خوانده میشه. امسال هم الحمدلله برنامه بیشتر و بهتری الحمدلله برنامه ریزی شده توسط حوزه های علمیه، علما و اساتید و ائمه محترم جمعه و جماعات، که انشالله این مراسم دعا با شکوتر برگزار بشود. این چیزهایی را که هیچ عقلی متوجه او نمیشود که در قالب دعا از خدا بخواهد، سید الشهدا علیه السلام به ما یاد داده اینها را در قالب دعا از خدا بخواهیم. انشالله مراسم دعا را حتما عصر فردا عرفه برگزار کنیم هر جا، و انشالله مراسم برگزار میشه برنامه ریزی کنیم، خودتان در این نفحه الهی برسانیم. علافی ایام دهرکم نفحات، در روزگار شما لحظه های استجابت دعاست، لحظه های ویژه است، لحظه های رحمت است. خودتان را انشاءالله به رحمت الهی برسانین. انشاءالله فردا در مراسم دعا یقینا از مصیبت حضرت مسلم ابن عقیل سفیر آقای امام حسین علیه السلام هم یاد خواهیم کرد و حتما
عزیزانی که مجلس برگزار میکنند از این بزرگوار 100% یاد شود. در سال 60 هجری، یعنی قبل از محرم سال 61، خدمت شما عرض شد که آقای امام حسین علیه السلام حضرت مسلم به عنوان سفیر خودش فرستاد کوفه. من فقط یک جمله از این بزرگوار در نماز جمعه یاد کنم. پیغمبر فرمود چشم مؤمنان بر او گریان است. ملائکه مقرب الهی بر او درود می فرستند. امام حسین انگامی که حضرت را به سوی کوفه می فرستاد، قسمتی از نامه‌ای که به مردم کوفه نوشتند، من این جمله را بگم، شبیه عبارت را که درباره قمر بن هاشم فرمودن در روز تاسوعا فرمود ارکب به نفس انت یا اخی، جانم به فدایت، سوار شو برادر. درباره حضرت مسلم نزدیک به این عبارت نوشتن برادرم و پسر عمویم و فرد مورد اطمینان و اهل بیتم را نزد شما فرستادم. چقدر این شخصیت بزرگ است که آقای امام حسین این گونه معرفی کردن. این گامی هم که خبر شهادت مسلم شنید، همینطور شهادت آنی را چند بار فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. سپس فرمودن بعد از شهادت اینها خیلی در زندگی نیست. میدونین وقتی مسلم ابن عقیله به شهادت رساندن، سرش از بدن جدا کردن، از بالای دارالاماره بدن به زیر انداختن، سر را روی نیزه زدن، به کوچه ها گردوندن. این مصیبت را محضر آقا امام زمان همه اهل بیت طاهرین علیهم السلام و به شما مؤمنان و به همه ارادتمندان به این بزرگوار آستانه اهل بیت تسلیت عرض میکنم. خدایا ما را از گریه کنندگان بر این بزرگوار محسوب بفرما. فرج آقا و مولای من صاحب از زمان برسان. خدایا امنیت کامل نصیب همه مسلمین، ملت و مردم افغانستان بگردان. توطئه ها، دست های تفرقه، قلم ها و زبان های نفاق انگیز، خدایا اگر قابل اصلاح نیستن قل و غم فرما. حوائج آقا و مولای من صاحب از زمان، مراجع عظام تقلید، علمای خدوم، اهل خیر، برآورده به خیر بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا.